مامان کشتن منو اونها، فقط داریم میریم بالا. دعا کن که خدا باشه باش، حرفا دارم حالا. مامان نیستی نمیبینی، پر از دختر شده راها، همه هم سن نیکاها، همه هم سن اسراها. من از با تو نترسیدم، فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه. همه چی رو بهش میگم، دعا کن که خدا باشه، اگر که معرفت داره باید خون خواه مهسا شه. همه پیرن، چه تو مردا چه تو زنها، جووناشون فقط ما ایم و دخترهای افغانها. چه دخترهای نازیو زدن، داغونشون کردن، هزاران دختر افغان و سنگ بارونشون کردن. بهش میگم نبودی تا بذارم سر تو آغوشت، همونها که منو کشتن نماز خوندن در گوشت. چیا گفتن که یادت رفت منو وقتی که جون دادم؟ خدا باید بدونه من واسه آزادی خون. مامان جون عشقاتو پاک کن، یه کرد که عشق نمیریزه. خودت گفتی که ما کوهیم و کوه هرگز نمیریزه. مامان جون عشقاتو پاک کن، ببین که یک جهان پاشد. نمیبینی با مرگ من حقیقت ها هویدا شد؟ من از با تو نترسیدم، فقط ترس من از اینه که بعد مرگ ببینم که خداشونم دروغینه. همه چی رو بهش میگم، دعا کن که خدا باشه، اگر که معرفت داره باید خواهم اصفاد شه. چقدر دلتنگت هم مادر، چقدر تو فکر چشماتم. میدونم عاشقم بودی بدون من خاک پاهاتم. مامان ایران دلم تنگه برای عطر آغوشت، فقط یک قول ازت میخوام، نشه یادم فراموشت. درود گرم شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. این کارگردان برنامه ما به راستی یکی از چهره‌هایی است که با ذوق تمام هر هفته محبت میکنه و یک آهنگ تازه‌ای
و اثرگذاری در این برنامه در ابتدای برنامه قرار میده که من همیشه ازشون سپاسگزارم. شاید جوانان و مردان و زنان ایران چه تنها چهره هایی در دنیا باشن که این روزها ایران رو پر از درد کردن، درد از مرگ فرزند، درد از نشاندن گلوله بر بدنهای گرم و داغ آینده سازان میهن ما. و در دنیا کشوری نظیر ایران به راستی پیدا نمیشه. آقای سیاوش عبستار رو لطفاً به ما ارتباط بدیم، ببینیم که در اون گرمای شدید پاریس که در حال همه به قول معروف دارن لح لح میزنن و وضع بسیار بدی در زندگی دارن، همه جای دنیا البته گرما به اون شدت، خود همین لس آنجلس هم ما هفته گذشته دارای یک چنین شرایطی که شما الان در پاریس داشتیم و گرمای بسیار شدید و بدی بود که به دنبالش سیل و باران شدید و اینا اومد که زندگی ها رو یکی دو روزی در اینجا ملتهب کرده بود. درود گرم به شما آقای سیاوش عبستای عزیز در اون گرمای جانفضا و طاقت فرسای پاریس. درود بر شما استاد شرفشایی، عرضتون خوش در لس آنجلس و اینجا شب هست، 11 شب پاسی گذشته. درود برام به برادر مهندس امیر شجره، کارگردان برنامه های شهرتی و همه مهمانگرانی که نشستن و ما رو میبینن. ابتدای برنامه همونطور که شما گفتید مهمانگر آقای شهرتی ترانه بسیار زیبایی که مامان کشتن که تازه ترین کار مژگان عزیز هست، مژگان عظیمی، مژگان آریایی زاده مشهد از تبار افغانستان شهر هرات. و این دختر واقعا یک تحولی استاد شرفشاهی در موسیقی آریایی و پارسی به وجود آورد، به خاطر اینکه از هنگامه ای که اومد و شروع کرد به خوندن ترانه هایی رو خوند که دقیقا زد تو قلب دین تازی، زد تو قلب کتاب تازی. این شاهکارش رو فرشید شهرام را من میخوام ازش سپاسگزاری بکنم و هومن عزیزم که در ترانه و تنظیم و موسیقی این آهنگ فعالیت داشتن و دیگر کارهای نازنین مژگان رو تهیه میکنن. این پیش از این استاد شرفشاهی خواننده های پارسی زبان ما بسیار از ترانه های مسعود سپند خونده بودن، شاهرخ عزیزم ترانه های بسیار خوب و شورشی خونده بود واقعا، حتی اون مسجد نرفتنش اصلا سانسور کردن، همینجا هم پخش نکردن سالها. یا سرکار خانم همیرای عزیزم کارهای خیلی خوبی در این زمینه انجام داده بودن، ترانه های خوبی جهانخاران و یا بهار بهار است رو که ترانه مسعود امینی بود اجرا کرده بودن که واقعا در زمان خودش بسیار خوب و زیبا و نوپرداز بود. اما این گامی که مژگان برداشت، مژگان نامش عایشه بوده، نام شناسنامه و نام مژگان رو برای خودش انتخاب میکنه، مژگان عظیمی که از این پس هم میشه مژگان آریایی. و این کار واقعا استاد شرف شده، هر کس این کار رو گوش کرده گریه کرده، مامان کشتن. و چه زیبا ترسیم میکنه استاد شرفشاهی این مسئله خرافات دین تازی رو که واقعا با این ترانه یه فاتحه دین تازی رو باید خون. ما واقعا سپاسگزار هستم، سپاسگزار گل آزین عزیزم، گل آزین در همین راستا کار کرده، تلاش کرده، سرکار خانم پارسا، افشین فروتن عزیزمون که پیش از همه اینها ترانه های شورشی و نبرد ترانه با این دین تازی رو دنبال کرد، گروه بازگرد عزیزم، گروه هلیکوپتر. و خوشخبری دیگه این که برای آقای شهرتی و همه که چند تا هفته دیگه آماده بشه یه کار جدید معین انجام داده. این کار معین هم میاد تو همین مایه ها میره و معین هم واقعا سنت شکنی کرده. من
دیگر بار میخوام از همه هنرمندانم هنرمندان عزیزمون بخوام که تو این مایه بسرایید و خواننده ها تو این مایه بخونن. روسری سوزان هنوز قایب در این نبرد ترانه. روسری سوزانی که بچه ها روسری خودشون رو سوزندن و بعد کشته شدن، هم عکس هاشو سانسور کردن و هم سخن و فریادشو، این فریاد روزانه گردآفرید های شجاع ایرانی در داخل کشور. استاد شرفشاهی، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار برجسته که سالیان سال روزنامه منتشر میکنید و برنامه تلویزیون دارید و همه خبر ازت میرسه، دستتون هر برسه امیر شهرتی بهتون میده، خلاصه با خبر هستید که هر ثانیه در ایران درگیری آریایی ها با تازی ها هست. این سوسک سیاه های لچک بسری یا ریشوهای الدنگی که میان مزاحم بچهای ما میشن و مردم اینها رو کتک میزنن. نکته ای که اگر پروانه بدید استاد شرفشاهی امشب میخوام دیگر بار تاکید بکنم اون اینه. ببینید تمام این باند گشت ارشاد که الان دیگه واقعا آتش به اختیار شده و واقعا خود این نظام پلید، نظام پلید اومده میگه که آقا ما نیستیم پشت این قضیه. یعنی چی؟ یعنی آتش به اختیار ها هستن. آتش به اختیار ها یعنی همونه که خامنه‌ای بهشون فرمان داد. خامنه‌ای که من بهتون بگم، حالا یک خبر دارم امشب بگم میگه این اصلا زاده این روسیه، خودش متولد نجف هست. اینم بگم امشب که خاطرتون دیگه جمع بشه که بدونید بیگانه در ایران داره حکومت میکنه و اینها اصلا دلشون برای ملت و مردم و میهن و تاریخ ما نسوخته. چه افغانی هستی چه ایرانی هستی این رو بدون، اسلام برای نابودی تو اومد. استاد شرفشاهی یک روایت کوتاه از تاریخ بگم دیگه، چون اینایی که من میگم بخاطر اینکه ما سالهاست گفتیم ولی روز به روز در داخل خود ایران بچه های حزب اللهی دیروز، ریشوهای دیروز که ریشو میدراشن و روزخونها مدعاهان خود اونها میان اینها رو میگن و تایید میکنن. استاد شرفشاهی 100 سال پیش از اینکه محمد اسلام رو بیاره، بنی هاشم میشه یه حزب و تشکیلات که توسط روم در برابر بنی امیه که بعد اینا دو تا پسر مو هستن آفریده میشه و بعد فرماندهی و بزرگواری به خودشون گفتن سیادت. سیادت کعبه رو که یک دکان پردرآمد بوده کعبه اون موقع، الان هم پردرآمده ولی اون موقع چون تنها منطقه‌ای بوده که توش بتار نگه می‌داشتن جایگاه و منطقه‌ای بوده که آب داشته، سقایت مکه خیلی وارده شده، یک ثروت بوده. این ثروت رو روم، چون همیشه روم و ایران در منطقه یمن و عربستان سعودی اینها حضور داشتن. فیلمی منتشر شده که من این رو چند سال پیش نشون دادم تو برنامه خودمون، الان هم هست، بزن بارها اینجا به خدمت شما گفتم ولی تکرار اینجا نداره، فن دومان آخر زمان، حتی به عربی هم بزنید آخر زمان. زمان این فیلم 1.5 ساعت استاد شرفشاهی امریکایی ها ساختن که میگن با ماهواره فیلم برداری کرده ناسا و تاریخ 7000 ساله رو در زیر خاک عربستان سعودی گرفته تا تاجیکستان که اسرائیل نمشانه در بود. خب پس ایران که اونجا بوده استاد شرفشاهی، خب روم هم بوده، روم در رقابت با ایران میاد این پابرهنه های عرب که بنی هاشم بودن رو در برابر سرمایه‌داری و بورژوازی عرب که بنی امیه بودن تقویت میکنه، درست مثل همین کاری که الان میکنن، کردن خمینی را آوردن، طالبان را آوردن، یه کپیه، یعنی نظم نوین جهانی مال امروز و دیروز و فردا نیست، کار تا هزاران ساله تاریخی است. هی برنامه‌شون رو تکرار میکنن چون به قول فرانسوی ها میگن سمخش بیاد، یعنی خوب کار میکنه. بازدهی شد عموی پدر بزرگ محمد بنی هاشم که میشه پایه‌گذار همین حزب بنی هاشم نیست، اینا یه حزب رو استاد شرف کرد، چون حزبن و تشکیلاتی کار میکنن و پول قدرتمند در اختیار دارن. الان شما ببینین 14 قرن تو کوچه تو خیابون تو افغانستان سرزمین آریایی بودار منفجر میکنن، چه میکنن دخترای مثل این ترانه ای رو که
فرشید نوشته و مشکان میخونه، استاد قصه 1400 ساله ایلان افغانستان مناطق سرزمین پارسیس آریایی است. اینها دختران ناز و رعنای ما رو مثل همین نیکا، مثل محسا، مثل چون الان سال روزش هم نزدیکه دارم میگم، چون آخرین برگ بچه ها باید بازی کنید، باید بازی کنید و برنده بشینید، تازی ها رو بیرون کنید. بعد 1400 سال بدونید که روم یعنی غرب. استاد شرفی، اینی که شما همش میگید بایدن چه کرد اون چه، غرب با اعراب بادیه نشین که الان بنی هاشمش تو ایران حاکمه، اینا از 1500 سال 100 سال پیش از اسلام شریک بود. به خاطر همینه که من همیشه گفتم بازم میگم، شما قرآن رو که وامی کنید سوره روم داره، سوره روم 5 آیه نخستش رو که میخونید میبینید میگه محمد که از اینکه ایران پیروز شده بر روم ناراحته، میگه این ترتیب شما میدین چی میده؟ میگه الله میاد ترتیب ایران رو میده همچین نابودش بکنه همچین که دارم. خب مردم شما اینا رو باید بخونید، دنبال کنید و بعد بیاین توی خیابون، از مردنم نترسید. امروز اگر فرمان بدید دوست دار شرف شدید من یکمی به شما گوش کنم، ولی بعد صحبت کنم روی همین مردن و روی همین خدا، خدایی که از کنم خدمتتون که گلازین میکنه و خدایی که باز دوباره همین موجودان در ترانهاش میبره. این خدا، خدای ایرانی الله نیست، الله نیست، الله بت بزرگ قریش بوده. خداوند ایرانی مثل زرتشت، پیام‌آوران ایران که اسمشون زرتشت است، اینا اصلا با این دکون دستگاهی که خدای اینجا نشسته همه چیز تو دست اختیارش میچرخونه درست میکنه فلان نیست. هستی و جهان یک بیگ بانگی شده، یک اتفاقاتی افتاده، این من انسان آزاد رها شدم، منم که میشم ایلون ماسک، منم که میشم استیو جابز، منم که آفرینندگی هایی میکنم که بسان آفرینندگی است که میگن خدا کرده. اصلا با اون مزخرفات الله که بخواد برای دو لاخ موی سر و یک آستین کوتاه و یا یه فلان بعد بریم پیش شرف تو سرزمین ما مرقتان بگن نیست. خداوند ایران خداوند عشق و مهر و دوستی است و صمیمیت، بدی نداره، کینه نداره، قصاب نیست، جبار نیست، ستمکار نیست، ظالم نیست، دست و پا قطع نمی کنه. خدایا ایران اهورا مزد، یعنی قدرتمند دانا، و این قدرتمند دانا اینو برای مردم هم میخواد، برای مردم هم اینو میخواد. من امروز استاد چرفشایی چون به یاد مژگان عزیزم، مژگان عظیمی آریایی، نمیدونم آقای شهرتی حتما میدونست این کاری کرد، امروز تولدش هم هست، امروز 31 ساله 32 ساله میشه، خواننده این ترانه بسیار زیبا مژگان عظیمی، مژگان آریایی، مژگان امروز 31 ساله میشه، تولدش هست. جهان آریایی به این دختر رعنای سرزمین آریا شاد باش میگه. من امروز یکی از رهبران بسیار بلندپایه افغانستان، از رفقای احمد شاه مسعود، که من در هنگامه حیات احمد شاه مسعود توسط ایشون پیام رد و بدل می‌کردم با احمد شاه مسعود، امروز که با هم در تماس بودیم، اینا ایشون من چون محبت داره می‌خواست محبت بکنه، یه ویدئویی فرستاد، دیدم یه دختر بسیار رعنای افغانستان داره می‌خونه، ولی یهو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. من ناراحت شدم و بدون هیچ تعارفی گفتم عزیز من قربونت برم. من هفته پیشم گفتم که به احمد مسعود عزیزم گفتم، به همه مجاهدان میگم، به جبهه مقاومت میگم، این اسلامی که سر شما رو داره میبره، همون طالبان با همون بسم الله سر شما رو میبرن، با همون آیه قرآن سر شما رو میبرن. شما که تا این حد شجاعت مژگان یک دختر سرزمین خودتون رو ندارید، چه ادعایی میتونید داشته باشید؟ باید رها کنید این تقلید و تقیه و این محافظه کاری ها رو، خوسته که الان شما در خارج از اونجا دارید زندگی میکنید. چون استاد شرفشایی نه تا وقتی که به دم به اسلام چسبیدن، بعد از بدتر کارشون وضعشون خرابه. این تحولی که از سال پیش مهسا عزیزم به وجود آورد، که خود مهسا یک هنرمند بود، یک خواننده بود، یک رقصنده بود، واقعا هنرمند به تمام عیار بود، و تصمیم گرفت از کشور خارج بشه. این پدرسوپا پس از اینکه تفریح کرد در تهران و فامیلیش و اینا، بعد گرفتن اونجوری کشتنش و ندونستن که از اینها شقایقیم، ما آن شقایقیم که از دا میایم بیرون،
از سنگ میایم بیرون. استاد چرفشایی بچه دیگری که کشتن این هم امشب بگم که تو تاریخ بمون، بارها گفتم توجه نمیشه، همه بچه هایی که کشتن چون در سالگرد انقلاب مهسا هست همه رو نشون کرده بودن، از کیان 9 ساله گرفته تا نیکا شاکرمی تا سارینا، اینا نشون کرده بودن حرومزاده ها که در 40شون سال گذشته قربانی بدن به حسینشون. چرا نشون کرده بودن؟ ثابت میکنم براتون، چون یک سری مسائل باز هر چی باشه خانواده های اینها عزیزان من در داخل میهن هستن، در داخل میهن نقد به اسلام صحبت کردن رو اونها خیلی سخت و دشوار و خطرناکه، ولی من میگم به شما کیان عزیزم، شما الان صدها فیلم، واقعا بیش از 100 تا فیلم از کیان پیر فلک، این پیام آور 9 ساله مثل زرتشت، خدا نفرستادش، خودش برخواست شد پیامبر آزادی بود. کیان استاد چرفشایی تو مدرسهش از 6 سالگی خردمند و دانا و خلاق و آفریننده بوده و همیشه دین رو مسخره میکرده، در سر کلاسش دین رو مسخره میکرده، همه بچه های کلاسش میدونستن دشمنی ویژه حزب اللهی با خانواده پیر فلک داشتن، با خانواده پیر فلک داشتن. وقتی این بچه 9 ساله کلاه سرش میذاره، فروهر اوستا اینا رو میذاره، این بچه ریشه‌ای انسان آزادی و پیام‌آور رهایی بود. این نشون میکنن به خاطر همین چون ماشین با باباش میزنن این طفلی بچه رو میکشن و باباش زخمی میشه و مادرش غیره. نیکا شاکرمی استاد چرفشایی دوربینای خودشون میگه، دوربینای خودشون میگه، چون از مدت‌ها قبل خواننده بوده، میخونده، از خواننده‌های زیرزمینی ایران بوده، هنرمند بوده، فیلماش منتشر شد، همه دیدن، نشون کردن زدن کشتن. سارینا همینطور، بچه‌های دیگه که شما کاراشون می‌بینید، هر کدوم اینا الان هزاران شدن، هر کدومشون اینا اومدن اینا رو بزنن تقدیم کنن به 40شون و به حسینشون و به اینا، چون 40 بود پارسال، مثل همون امسال ماه محرم بود، این همونجوری که بچه‌های ما رو از دانشجوها رو پرت کردن گفتن یا حسینی نماد تو با بسم الله میکشن با از اون فلان با این بچه‌ها رو هم قربانی کردن. ولی این بار استاد چرفشایی به برکت پشتیبانی جهانی این رو من میخوام دیگر بار تاکید کنم، ببینید مردم ایران جهانخواران رو ما با ایشون در جنگیم، ولی توی جهانخواران همیشه بهتون گفتم یه آدمای درست حسابی پیدا میشه، آدمای درست حسابی پیدا میشه که شما میتونید دم اینا رو ببینید، آقا چاکری بخوزیم تو کتاب من رو خوندی، به من اعتقاد داری، به من باور داری، بیا پشتی جنبش، بیا پشتی جریان، پولم از شما نمیخواین، پولای بلوکه شده خود ایران رو توی این قضیه میلیارد ها دلار ما پول توی ایران توی آمریکا بلوکه داریم، هایش حرفه این پیروز میشه این دفعه و خوشبختانه اومدن پشت این قضیه بخشی اونایی که ایران رو دوست دارن، ما ایران دوست زیاد داریم آقای شرفشایی، این دیگه الان شما بهتر میدونید که آدیداس آرمی که گرفته از کفشای هخامنشیانه که سردر سازمان ملل سعدی است و لوحه حقوق بشر کوروش شو و شما بهتر از هر کسی میدونید که کوروش برای یهودیان جهان یه پیام‌آور آرامگاه مردخواه اینا تو ایران، جهانخوار یعنی سرمایه‌دار جهانی، سرمایه‌دار ما داریم که دلشون میخواد عظمت و شوکت ایران آریایی پیدا بشه کم ببریم، ولی بقیه اگر سرمایه‌داران و جهانخواران روس و انگلیس و بخشهایی از امریکا چه هستن با بخشهای دیگه که ما خب اینا اومدن یک سال پشت این قضیه گذاشتن، مردم شما نمیدونه چند میلیارد دلار اینجا هزینه شد، شما عقب کشیدید، الان آسو چرفشایی باید هر روز بگیم برگ تازه مات شده، برگ تازه چیه؟ برگ تازه اینه که آقا از درون خود رژیم میان دیگه الان اعتراف میکنن، انتقاد میکنن، میزنن، میکشن از درون، چون فکر کردین این همه فیلمای لواته این حرومزاده ها که داره منتشر میشه استاد چرفشایی، من راک میگم امشب این فیلم ها رو فکر کردین خود یارو که داره باش لواط میکنه فیلم دور میذاره فیلم میگیره یا چی دسترسی داره به جایگاه و خوابگاه های رهبران نظام که از اینا فیلم بگیرن، از همه شون هم فیلم دارن. من در رابطه با محسن اژه‌ای به شما عرض کردم دو هفته پیش، الان از دو روز در آمده محسن اژه‌ای هم پرونده که داره از این بدتر و اصلا گفتن که با صدام حسین کار میکرده، حالا صدام حسین هم که با اینا کار میکردن اینا با صدام حسین اطلاعاتی میدادن، امشب یه سند مهم داریم مردم گوش کنید،
آقای شرفشاهی، اول برنامه گفتم اون سندی که میخوایم نشون بدیم امشب یک ویدیوست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی است، خودش میاد میگه آقا رفسنجانی رو من رفتم به شورای نگهبان، گفتم این نباید بیاد رئیس جمهور بشه. شورای نگهبان گاب های شورای نگهبان گوش کنین، داره میگه که شما شلغم مسترا هم نیستید. میگه من دو صفحه نوشتم دادم، من تحلیل کردم گفتم راشمی نباید باشه و هاشمی نبود و بعدم زدن کشتش. بعد میگه برای کشتن هم میگه رفسنجانی که پوکی نبود، که ما بزرگتر از رفسنجانی ها رو زدیم قربانی کردیم برای نظام. گوش کنید مردم، خصوصا شما حزب اللهی های آتش به اختیار، رهبرانتون، فرماندهان سپاهتون گوش کنید. پزشک خمینیشون به خود من پروفسور سیف الدین نبوی در این پاریس گفت نوارش هم هست، گفت آقا خمینی رو زدن کشتن. گفت من گفتم خمینی رو چیزش قیچی نکنین، عملش نکنین، تا گفتم بکنین میمیره، کردن مرد. احمد خمینی شبی که کشته شد من با میبودی همون شب مصاحبه داشتم که اینای تیوی رو برای اولین بار آورده بودم روی خط جهانی، تلویزیون تو جهان پخش میشد. گفتم که ثابت کردیم همونجا که هم احمد خمینی رو کشتن، هم پزشکشو چارمانی رو کشتن، آخرین هاش هم که قاسم سلیمانی و دیگران. حالا اینو گوش کنید، اون آتش به اختیار و فرماندهی که هنوز موندین از تازی پای دیوانی پای، همه شما رو اینا نابود بکنن به خاطری که خودشون بمونن، بنی هاشم 1500 سال پیش بمونه. این ببینیم استاد، در خدمت هستم. شما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلساتی رو داشتیم، تو این جلسات بحثایی میشد که کف خیابون وضعیت چیه. بالاخره در یه جلسه گزارشی داده شد، توسط خود منم دادم گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میاره و کف خیابون. حالا یه عزیزی هم تو اون جلسه گفت آخه یعنی چی، یعنی مثلا بچه حزب الله یا مثلا میذارن این اتفاق بیفته و اینا. گفتم من بحث بچه حزب الله نه، من دارم کف خیابون جامعه رو میگم بر اساس اطلاعاتم، چون من هر جام بودم تا حالا با همیشه بر اساس کف خیابون حرف میزنم، یعنی باید اطلاعاتمون اینجوری باشه. بعد خدمت شما عرض کنم من اقدامی که کردم این بود که اومدم هزینه فایده تایید صلاحیت و رد صلاحیت ایشون رو نشستم تو دو صفحه نوشتم، که منم بر اساس نظامم این کارو کردم. ببینید من هزینه فایده تایید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره، رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جنبندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. دلایل رد صلاحیت هم آورده بود. شما رد صلاحیت آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو تأکید کردید؟ بله، من بر اساس عرض کردم همون هزینه فایده. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقا اون چه رو به جنبندی رسیده بودم همه رو برایشون خوندم. خب فقهای شورای نگهبان و حقوقدانای شورای نگهبان هر چه تو ذهنشون گشتن که یه انقرتی به مجموعه من بیارن که مثلا اینجاش قابل قبول نیست، نتونستم. و خدا رحمت کنه، حالا بعضی از اون اعزه فوت کردن، آقای آیت الله مؤمن بودن، آیت الله هاشمی شاهرودی بودن، آیت الله یزدی بودن، اینا فقهای شورای نگهبان بودن. این عزیزان همشون گفتن هیچ جای چیز برای ما نموند، یعنی چیزی که مثلا انقرت بتونیم بگیم. فقط یکی از حقوقدانهای خدمت شما عرض کنم شورای نگهبان یه سوالی رو مطرح کرد در مورد اینکه خب ایشون مثلا چی. گفتم ببین من دارم نظام رو میگم، من شخص رو کار ندارم، این نظام خیلی گنده گنده ها فداش شدن، من شخص رو نمیگم، من دارم میگم نظام حفظش این هزینه و این فایده رو داره. و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن. شما عرض کنم که ببینید تو انتخابات ریاست جمهوری 92 خب ما یه سری جلسات رو داشتیم، تو جلسات بحثی نشد که ما رو کشتیم،
بیش از اینم بیشتر از اینو زدیم کشته اینا باید فدای نظام بشن. بعد مثلا شورای نگهبان چیه؟ کشکه آقا رفته خودش یه نفر دست میگرفته. حالا یه عکس یه ماست چاپ شده در تکمیل این قضیه هست، اون اینه که دو تا عکس داریم. اینه که میدونید هاشمی رفسنجانی تقریبا 20 جلد کتاب خاطرات خودش روزانه‌ش رو که نوشته بود بچه‌هاش منتشر کرده. تو این خاطراتش موارد بسیاری رو اشاره میکنه در رابطه با جنگ، همونی که ما گفتیم بارها شما فرمودید در رابطه با جنگ. میگه در جنگ شکست های زیادی که ما میخوردیم میدیدیم جاسوس های صدام اینجا نفوذ دارن. میگه جاسوس های صدام تو سپاه بودن و تو بسیج اینا پروژه و برنامه ما رو منتقل میکردن. یکیش که خیلی جالبه که همین دست نوشته است که عکسشو دارید اگه گرفته باشن نشون بدین عکسشو، که یکیش خیلی جالبه رفسنجانی میگه که به ما صدام حسین ما رو بمبارون میکرد، بعد ما میرفتیم برای بازدید جایی که بمبارون شده بودیم، همیشه میدیدیم یه سری بمب وقتی ریخته رو زمین توی ایران هیچ چاشنیاش برداشته نشده بوده و منفجر نشده. میگه ما فهمیدیم که یک تیمی از شیعیان عراقی هستن که توی ارتش عراقن که اینها هوای ما رو دارن، یعنی اینها یه تیمن و بمبایی که میریزن رو منفجر نمیکنن عمدن. میگه اینو ما مطرح کردیم توی هیئتی همون چون اینا تو دولت و نظام ارتش بودن. میگه تا ما این اومد این مطرح کردیم تو جلسه، میگه فردا چند صد نفر رو صدام حسین گرفت اعدام کرد. یعنی میگه خبر ما رو اینجوری اینا میبردن. خب کی میبرده؟ این آقای شمخانی. ما سندش برای شما آوردیم. میبینید خاطرات هاشمی که از نفوذ صدها جاسوس صدام در سپاه نامون چه سانسور شده، از نوشته های هاشمی رفسنجانی استاد شرفیایی چندین کتابش اصلا جمع کردن و در چندین صفحاتی که یک مطالب مهم اومده که اسم آورده، میگه آقای گروه المنصورون که مال همین محسن رضایی و شمخانی و یک گروه دیگه از عمرای و سردارای سپاه که الان پستای بالا دارن، میگه اینا اصلا صدام حسین درست کرده بود. المنصورون هم اسمشون بود عربی، از اهواز خوزستان هم مبارزه مسلحانه رو شروع کردن، میخواستن ایران رو تجزیه کنن خوزستان رو بگیرن. محمد رضا شاه اینا رو بازداشت کرد ساواک، یکی دو تاشون کشته شدن، بقیه بردن زندان ول کردن. بعد همینا تا همین الان امنیت مملکت کتک زدن ما ایران الان نشد براتون بچه‌ام. یکی از فرماندهای سپاه نگاه کنید اینجا هاشمی رفسنجانی میگه، بعد تو همین عکس هاشمی رفسنجانی دلیل کشتنش همین متنی که گوشی نوشته، میگه که آقا اطلاعات خصوصی ما رو که ما درباره نفوذی که در عراق داشتیم که بمب نمی‌ترکید تا ما گفتیم تا که مطرح کردیم فردا همه اینا دستگیر شدن، صدام همه اینا رو قتل عام کرد. خب استاد شرفشویی این که تا همین الان یک فرمانده سپاه اومده باز گفته پریروز، میگه آقا ما نمیخوایم ایرانی رو بکشیم، ایرانی رو محمد رضا شاه اومد گفت آقا ایرانی مثل بچه خود منه، من بچه میگه نمیکشم، میگه ما نمیخوایم بکشیم. میگه خود این فرمانده سپاه میگه آقا تو نشریات خود ایران هم منتشر داده چرف شد، میگه که این شمخانی که حالا دیگه گذاشتنش کنار، میگه هر روز به من زنگ میزنه، به ما زنگ میزنه، خودش اگه نمیزنه رفقاش همو باند المنصورون دیگه که آقا چرا نمیزنین، چرا نمیکشین، چرا تو خیابون مسئله ایجاد نمیکنید. برای همینی که بردن قانون حجاب رو تو مجلس دوباره به تصویب برسونن این مزخرفات. اینی که حیواناتی که اونجا نشستن همه بیگانه هستن به خود بیان، وگرنه همشون رو خود اینا میکشن و ما با توده کاری نداریم. ملت ایران با توده خر مقدس اگر مزاحم بچه‌هاشی کار نداره، وگرنه حتی توده خالصوسکا هم که میان مزاحم بچه‌ها میشن رو شما نگاه نکنید، پیر پاتال هر کی مزاحم بچه‌ها تو خیابون شد بزنید. بله این ما میدونیم که یه خبرنگار خبرگزاری سپاه پاسداران تسنیم رو در افغانستان گرفتن، دستگیر کردن و الان سپاه در تلاشه که شاید بتونه اینو در اونجا آزاد بکنه، ولی این طالبان هم بالکل معامله نیست و اینا رو نگرش مرتب دارن یه انگیزه هایی ایجاد میکنن بین طالبان و افغانستان و ایران که یه مشکلات ایجاد بشه. ولی اینی که این خبری که در حال منتشر شده در این هفته که شروع کردن تمام سنگ قبرها رو دارن
میکنن و عبه میبیرن این رویره. من اصلا موندم، من موقعی که جوان بچه سال بودیم تو خیابونا بازی میکردیم اینا، میگفتن مرده رو که دیدی هفت قدم پشتش را برو. اینو به ما مرتب میگفتن، ما هم نمیدونستیم که چی میگن، هفت قدم را میرفتیم. حالا این مرده ای که اینقدر احترام داشته الان همشونو سنگ قبرها رو داره خراب میکنن. این محمد فردین، احمد شاملو، ابراهیم یزدی، اینا همه رو ریختن. ولی حالا شروع کردن به 200 نفر از کشته شده ها اخیر رو سنگ قبرهاشو دارن به هم میریزن. ما نمیدونم این اسلامی که شما میگفتین و ما هفت قدم پشت مرده را میرفتیم و اینقدر در اسلام مرده اهمیت داره، بگم بهش احترام با بذارین، شما اصلا هیچ چیزی رو پابند در ایران نیستین، در حکومت نیستین. من نمیدونم اصلا اسم چی میخوام به خودتون بذارین. حکومت که این نیست که، حکومتی که به همش صحبت کشتن بکنه و بگیر و ببند و در حال الان یه بودجه اختصاص دادن که سال روز داره مهسا میشه، هجوم بیارن و همه رو مردم جوانا رو بکشن، بگیرن، بزنن، زندان کنن. یعنی هیچ چیزی این رژیم در زمینه انسانیت و آدمیت مطرح نکرده، نداره و دنبالش نمیره. همش صحبت تخریب. الان دیدم که عفو بین‌المللی گزارش داده که 200 نفر از کشته شدگان اخیر رو سنگ قبرهاشون همه رو برداشتن و ریختن، اینایی که در حال سنگاشو تخریب کردن همشو عبه بردن. این انسانیتی که ما در دوران شاه به جوان ها و بچه ها و هم داشتن که آقا پشت مرده احترام داره، به هفت قدم را برین، الان یه سنگ قبری رو اینا نمیذارن سر جاش بمونه و احترام مرده رو تا این حد نمیذارن، در حالی که همین اسلامشون میگن چقدر باید به مرده احترام گذاشت. و عرض کردم که دنبال هفت قدم هم وقتی دارن جنازه رو میبرن دنبالش برید. این رژیمیه که پابند هیچ چیزی نیست. من فقط میخواستم آقای، البته دیدم که این در حدود 100 شخصیت فرانسوی در زمینه آزادی 12 فعال زن که در ایران دستگیر کردن و در زندان هستن و همجور دارن میان، یه بیانیه ای دادن. ولی خب اینا به این بیانیه اهمیت نمیدن، هر کار خودشونو میکنن. و این ابتدای برنامه هم از هموطنان میخواستم که این به زودی در ماه سپتامبر سازمان ملل سالروزشه، این یارو جانیه و دزده داره میره سخنرانی بکنه از جانب مردم ایران، اونجا جایگاهی که چه شخصیت های برجسته ایرانی سخنرانی میکردن، حالا نوبت این دزده و مفسدین و آدم کشا شده برن اونجا بشینن و صحبت بکنن. و اینا هم را میدن. متاسفم که اصلا این پرونده این مردک رو در حقوق بشر سازمان ملل در زمینه جنایاتش هست، ولی این آدم رو میارن میشونن اونجا پشت سازمان ملل، میگه آقا سخنرانی کن. آقا چه سخنرانی میتونه این بکنه؟ این مسخره ترین داستانیه که امروز در تاریخ زندگی ما ایرانی ها وجود داره، همینطور داره گردش میکنه میگه. بله آقای سیاوش. بله درست میگم استاد چرشوی. چون اشاره کردیم به افغانستان و بازداشت کسی، من یه خبری رو آقایتون برسولم، اون اینکه طالبان قول و قرارهای داده بودن در خلیج فارس وقتی که زریف پایشون امضا کرد که اینا قدرت رو گرفتن، اینا همه اون نار که گذاشتن زیر پا هیچ بماند در رابطه با ایران و همسایگی و پاکستان. اینا بچه های خود افغانستان نیرو، اینا تعهد کرده بودن که هیچ کدوم از نیروهای افغانی رو اینا بازداشت نکنن، تیربارون نکنن، نکشن. برای همین اصلا خود غنی رو گذاشتن رفت با بقیه دیگه، با دلار هم رفت. حالا تازه ترین خبری که دارم، شوربختانه اینها الان شروع کردن به دستگیری و کشتن پلیس سابق افغانستان. تا حالا 200 نفر آمارش رسیده که بچه‌ها رو اعدام کردن، 200 نفر بود. و بعد از اون طرف جمهوری اسلامی هم توسط همین شمخانی، چون اینا عامل استعمار هنوز تا چرف شدید. عرض کردم بهتون ملت سر بلند ایران، از مژگان آریایی یاد بگیرید، از گلآذین یاد بگیرید. ستم، بیرحمی، کشتار از 1400 سال پیش.
از اون موقع ما رو تا حالا نابود کردن. 100 سال قبلش زمینی سازی کردن تا حزبشون رو ساختن، ما رو داغون کردن. برای همین استاد چرچل اینا دینشون وقتی که دین اسلام ساخته میشه برای قتل عام من، کجاش خوبه؟ چه چیزش خوبه؟ خوبیت نداره. وقتی که اینها تمام این 1400 سال ما رو قتل عام کردن، تو خونه خودمون اومدن، تو رخت خواب ما اومدن، ما رو کشتن. خب بیدار شید مردم، این آخرین شانس جهان با شما بود. الان پلیس ایرانی، پلیس شاهنشاهی، ارتش ایران، ارتش شاهنشاهی در داخل خود ایران، شهریاری من میگم، با شما ملت ایران هست. بیاین توی خیابون. من دیدم بعضی جا استاد مزاحم دختر مردم که میشن، مردم میرزن میزنن، بعضی جا دیدم بی غیرتا و استاد همینجور نگاه میکنن که بچه مردم رو، دختر رو داره یارو کتک میزنه. اینه که این غیرت رو باید بیارین. حالا نشده میشم در مورد خدای ایرانی اینا صحبت کنم، بعدم نترسین از کتک خوردن و فلان. دادگاه هم که برید، برای کلانتری که برید، کلانتری پلیس برای کسایی که مزاحمی به حجاب رو بگیرن بزنن، شما رو زندانی کسی نمیکنه. اینو نترسید، بزنیدشون، چون اینا احتیاج دارن. یک دو پیمانی که بستن با امریکا برای برجام تعهد دادن که مسئله حجاب آزاد بشه تو ایران. شما سر صدا کنید، داد رو بیداد را بندازید، پولای میلیارد میلیاردی که دارن بینا میدن رو جلوش میگیرن. این رژیم دست نشانده است، با دستور خارجی کار میکنه. بله، بسیار ممنون. برسین استاد چرچه ایسا بکنم. مرسی از کار کردن برنامه. مرسی از همه مهمانیاران. بسیار ممنون از شما. تا هفته آینده براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.